جشنواره ترایبکا دوشنبه شب این هفته میزبان ستاره سینما همسر سابق تام کروز کیتی هولمز بود که دو سال از حضور پررنگی در نیویورک دارد. خانم هولمز همراه با طراح زک پوزن و همچنین همبازیش رابرت دووال و همسرش برای نخستین نمایش جهانی فیلم جدیدش میس مدوز به جشنواره آمده بود. فیلمی از سناریست و کارگردان کارن لی هاپکینز. And I also want you to know that I know exactly who and what you are. And should you harm anyone or any child, you will be killed. در فیلم میس مدوز که در زادگاه خانم هولمز اوهایو فیلم برداری شده، او نقش یک معلم جدی مدرسه رو بازی می کند که شبها اسلحه به دست به شکار تبهکاران می رود، به خصوص آنها که به بچه ها آزار می رسانند. خانم هولمز میگوید از پیچیدگی شخصیتش در این فیلم خیلی خوشش آمده که در این فیلم به نوعی طی طریق میکند و درسهایی میگیرد و میگوید که این نقش به او فرصت داد جنبه های مختلف شخصیت رو بازی کند. Mr. B is a hottie. Do you really want to get it in with April? در بخش فیلم اولی ها نو آمدگانی هستند که بعضی هزینه فیلم هاشون را از طریق آگهی در سایت کیکستارتر جمع کردند، اما سناریست و کارگردان جیا کاپولا استثناست. نوه کارگردان برجسته فرانسیس فورد کاپولا فیلم پالو آلتو را درباره زندگی جوانهای خوشگذران بر اساس قصه های کوتاه بازیگر جیمز فرانکو ساخته است و خود فرانکو و همچنین اما رابرتس برادرزاده جولیا رابرتس در این فیلم بازی دارند. نیویورک تایمز نوشته بود زندگی مرفه و مدارس گران خصوصی تمنایی برای این زندگی عادی در خانم جیا کاپولا به وجود آورده که او رو به شخصیت‌های بیتاب و ماجراجوی فیلمش نزدیک می‌کند. کارگردان برجسته انگلی از چهره‌های مشهور امسال جشنواره بود که برای حمایت از فیلم جدید میدیزی کارگردان برمیایی در کنار او و هنرپیشه‌های فیلمش ووکشی و ونگ شینگ هانگ روی فرش قرمز حاضر شده بود. Well, it's a big world. There are a lot of filmmakers. آقای لی میگوید دنیای بزرگی است و خیلی فیلمساز در این دنیا هست، در حالی که بعضی ها خوشبختی این رو دارند که فیلم‌های بزرگ و پرهزینه بسازند، بعضی هم هستند که مثل میدیزی در جاهای دورافتاده در مرز چین فیلم می‌سازند با پول بسیار کم، دوربین کوچک و 10 روز وقت. سومین فیلم کارگردان میدیزی زهر یخ مثل دو فیلم قبلی او بر زندگی فقیرترین قشر مردم میانمار برمه سابق تمرکز می‌دهد، جامعه‌ای محروم در مرز چین و برمه. او این فیلم را با هنرپیشه‌های چینی و تایوانی ساخته. I think the insight of filmmaking is the same for every میدیزی میگوید هر فیلمسازی با محدودیت‌های روبرو است، حتی انگلی، اما محدودیت‌ها متفاوت هستند. او میگوید در ساختن فیلمش با کمبود بودجه و هنرپیشه روبرو بود و ناچار است فیلمش رو خصوصی در برمه نشان دهد، چون اون رو بدون اجازه فیلمبرداری کرده. Abbiamo alzato la posta. در میان فیلم‌های بین‌المللی جشنواره، فیلم سرمایه انسانی از کارگردان ایتالیایی پائولو ویرتز نقش منتقدها را به خود جلب کرد و شاید در میان جایزه بگیرها باشد. در این فیلم کمدی سیاه هیجانی، رابطه دو جوان نشان داده می‌شود، یکی از خانواده پولدار و دیگری از خانواده فقیر، که به مداخله خانواده‌ها و سرانجام تراژدی می‌انجامد. I love this festival because it's a festival. کارگردان ایتالیایی پائولو ویرتز که همراه با هنرپیشه فیلمش والریا گولینو به جشنواره ترایبکا آمده میگوید از جشنواره ترایبکا بیشتر از جشنواره ونیز که جشنواره معتبرتری است خوشش میآید، چون ترایبکا جشنواره شلوغتری است و پر است از عاشقان سینما. او میگوید جشنواره ونیز مجللتر است، ولی ونیز شهر زندگی مردم نیست، یک جای توریستی است، در حالی که فستیوال هایی مثل تورینو یا ترایبکا، بالی یا لوکارنو فستیوال های بهتری هستند، چون در آنها تماشاگرهای واقعی به تماشای فیلم ها می روند. Je désolé de vous importuner. J'occupe la chambre au-dessus de la vôtre. ترایبکا در کنار 55 فیلم اکران اولی، فیلم‌های عمده و پرسر و صدا در جشنواره‌های دیگر را هم نمایش می‌دهد. از جمله آنها فیلم ونوس در خز از رومن پولانسکی، یکی دیگر از کارهای جدید او بر اساس نمایشنامه موفق برادوی. در این فیلم متیو آمارلیک نقش کارگردانی را بازی می‌کند که بعد از مستعصر شدن از یافتن بازیگر مناسب برای یک اجرا، عاشق زن هنرمندی می‌شود که سرزده از راه می‌رسد و تمام نقش را حفظ است. نقش این زن را هنرپیشه فرانسوی امانوئل سینیر بازی کرده. When I did my own mandatory military service. کارگردان اسرائیلی تالیا لاوی که کمدی او بی انگیزه یا زیرو موتیویشن برای نخستین بار در جهان در جشنواره ترایبکا اکران می شود می گوید فکر این فیلم موقعی که در ارتش منشیگری می کرد به ذهن او رسید. ساختن فیلمی حماسی اما درباره زنهای ارتش که وقتی در اون عمیق تر شد به فیلمی درباره جنبه های اجتماعی خدمت زنها در ارتش تبدیل شد. انا وقتی تبدیل و تن تخت دوخ ازش انیامتی لی تبدیل. کدام چی تبدیل آخر کخ ندوخ.
فیلم بی‌انگیزه از این نظر جذاب است که در آن کمدی و درام ترکیب شده و هنجارهای داخل ارتش اسرائیل در آن به مسخره گرفته می شود از دیدگاه شرح زندگی زنهای ارتشی. Most of the people, a lot of people in Israel are making fun of the army even though they خانم لاوی میگوید خیلی از مردم اسرائیل ارتش رو مسخره میکنند. شوخی درباره ارتش خیلی رایج است حتی در میان آنها که با آن متعهد هستند و او امیدوار است تماشاگران جنبه طنز فیلم او رو درک کنند. نشکاتی که شما و مختبی ماله. اول شلختتم. لو شلختتم. ظرافت فیلم بی‌انگیزه در این است که لحظه‌های تلخ و تاریک در آن با شوخی و طنز توازن پیدا کرده. این فیلم را خانم لاوی با استفاده از سرمایه صندوق فیلم اسرائیل به وجود آورده که هر سال شماره زیادی تقاضا از سوی فیلمسازها دریافت می‌کند و فقط به چند سناریوی برگزیده کمک مالی می‌رساند.